بیننده بخش دوم برنامه پخش مستقیم هستید در تلویزیون کانال جدید. اعتراضات به مناسبت سالگرد جمعه خونین زاهدان در شهرهای خاش، زاهدان، راسک و تفتان برگزار شده. دست کم 23 نفر از جمله 4 کودک و خردسال در تظاهرات مردمی روز 7 مهر 1402 در زاهدان در پی شلیک گلوله جنگی توسط نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی زخمی شدند. فضای زاهدان تا همین الان که ساعت حدود 8 شب به وقت ایران همچنان ملتهبه و درگیری‌ها بین معترضین و سرکوبگران ادامه داره. جوان‌ها به بند آوردن خیابون رو آوردن و مردم معترض زاهدان، مردم سراسر کشور رو به حمایت فراخواندند. سلام مجدد به همه شما بینندگان گرامی. شیرین شمس هستم. جمعه 7 مهر 1402 برابر با 29 سپتامبر 2023 بخش دوم برنامه پخش مستقیم ویژه اعتراضات در شهرهای سیستان و بلوچستان به مناسبت سالگرد جمعه خونین زاهدان رو ملاحظه میکنید. مردم زاهدان، خاش، راسک و تفتان روز جمعه 7 مهر به خیابون اومدن و با سر دادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای راه پیمایی کردن. معترضین با شعارهای دادخواهانه علیه جمهوری اسلامی، علیه شخص خامنه ای، مشخصا با شعارهای مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر اطلاعاتی، سپاهی بسیجی داعش ما شمایی، مرگ بر بسیجی و سپاهی، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت، شعارهای علیه سلطنت و ولایت، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، حکومت اعدامی نمیخوایم نمیخوایم و همچنین با در دست داشتن عکس کشته شدگان به خیابان آمدن. یکی از این شعارها مشخصاً به یاد زنده یاد خدا نور بود. این شعار کشته شده خدا نور به دست چند تا مزدور اشاره میکنه به یک تراژدی بسیار بسیار وحشتناک. خدا نور لجه‌ای جوان 27 ساله ای بود که یک روز پس از جمعه خونین زاهدان ماموران به کلیه او شلیک کردند و به دلیل خودداری از ارسال کمک های پزشکی در بیمارستان جان میبازه. تصویر شکنجه او از سوی ماموران نیروی انتظامی هنگام بازداشت در یک سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته. در این عکس خدا نور لجه‌ای دستاش به میله پرچم وسط حیاط بسته شده. در ادامه گزارشاتی که به دست تلویزیون کانال جدید رسیده، ویدیوهایی حاکی از تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی به سمت معترضان در زاهدان و زخمی شدن شماری از مردم از جمله دست کم 4 کودک و خردسال هست. گزارشاتی که در بخش اول برنامه پخش مستقیم منعکس شد حاکی از مقاومت مردم در برابر سرکوبگران و درگیری بین اونها بوده. در ویدیوهایی که اخیراً به دست تلویزیون کانال جدید رسیده، شلیک گاز اشکاور از سوی ماموران سرکوبگر به سمت مردم زاهدان هم دیده میشه. همچنین نیروهای نظامی با دوشکا در خیابون مانور میدادند. در
در اینجا میخوام توجه شما رو جلب بکنم به وضعیت اینترنت در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان. به شبکه ایکسی سری میزنیم، تصویری رو میبینیم از نموداری که نت بلاکس منتشر کرده، گزارشی از اختلال قابل توجه اینترنت در زاهدان و مناطق دیگری از سیستان و بلوچستان. تا لحظاتی دیگر این تصویر رو خواهید دید، نموداری از اختلال اینترنت در شهرهای سیستان و بلوچستان. گفته میشه که سرعت و دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف جهان رو نت بلاکس رصد میکنه. امروز تایید کرده که جمعه 7 مهر 1402 مثل جمعه های گذشته اتصال به اینترنت در بخشهایی از سیستان و بلوچستان به ویژه در زاهدان با اختلالات قابل توجهی روبروست. این سایت گفته اخلال این هفته همزمان بوده با اولین سالگرد کشتار جمعه خونین و همچنین اضافه کرده که مقامات به طور سیستماتیک مخابرات رو برای سرکوب اعتراضات ضد حکومتی هفتگی تعطیل کردند. برمیگردیم به استودیو پخش مستقیم، برنامه رو ادامه میدیم با اینکه در این وضعیت که اینترنت با اختلال مواجهه و جمهوری اسلامی تمام تلاش خودش رو داره میکنه که مردم معترض، مبارز، انقلابی و سرنگونی طلب زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان رو سرکوب بکنه، چقدر همبستگی همه مردم ایران با این مردمی که امروز جانشون رو در کف دستشون گرفتن و به خیابون اومدند ضروریه. امشب جا داره که در سراسر ایران با شعارهای زاهدان، چشم و چراغ ایران، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، کرد و بلوچ و آذری، آزادی و برابری، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، از تهران تا زاهدان، اتحاد اتحاد، در سراسر ایران سر داده بشه. احراز هویت یکی از کودکان مجروح شده امروز زاهدان گزارش شده. به گزارش خبرگزاری های محلی هویت یک نفر از دست کم 23 مجروح اعتراضات 7 مهر ماه 1402 زاهدان احراز شده. هویت این کودک مجروح حسیب ریگی 13 ساله است. گفتنی طبق تصاویر و گزارشات رسیده، نیروهای نظامی و انتظامی برای سرکوب مردم با شروع اعتراضاتی که در محاصره نیروهای سرکوب بوده اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور کردند که از مجروحین حداقل 4 نفر زیر 14 سال هستند. با هم یک گزارش تصویری دیگه می‌بینیم در همین رابطه. گزارشات بعد از تظاهرات و حمله نیروهای سرکوبگر حاکی از یک جنگ و گریز بین نیروهای سرکوبگر و مردم، مقاومت مردم در برابر نیروهای سرکوبگر با شعار بیشرف بیشرف و همینطور مقاومت جانانه مردم، تا جایی که مثل همین گزارش تصویری که دیدیم نیروهای سرکوبگر دست به عقب نشینی بزنن. اما تصویری که در رسانه‌های جمهوری اسلامی امروز منعکس شده کاملا برعکس آن چیزی هست که امروز در زاهدان اتفاق افتاده. چندین خبرگزاری از جمله خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس تلاش کردن با انتشار ویدیویی که اصلا معلوم نیست این ویدیوها رو کی تهیه کردن، یک فضای آرامی از زاهدان رو در واقع منعکس بکنن و با گزارشات کتبی مدعی بشن که هیچ خبری در زاهدان نبوده. در صورتی که همین گزارشات تصویری که ملاحظه کردید و داره همینطور در شبکه‌های اجتماعی هم دست به دست میشه، معلومه که امروز یک برگی دیگر از انقلاب زن، زندگی، آزادی در زاهدان ورق خورد. ما شاهد یک انقلاب تمام عیار و جنگ تن به تن توسط مردم و از طرف دیگه نیروهای سرکوبگر بودیم که به مردم حمله کردن. خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه تروریستی پاسداران هست، البته با تمام دروغ پراکنی هایی که انجام داده، تایید کرده که حمله مسلحانه نیروهای امنیتی و نظامی به مردم زاهدان صورت گرفته، اما اینگونه گفته که عده‌ای قلیل بودند
که اقدام به تجمع و سنگ‌اندازی به سمت نیروهای امنیتی کردند که ماموران امنیتی هم با تیراندازی هوایی و پرتاب گاز اشک‌آور صحنه رو مدیریت کردند. این صحنه قبلی که دیدیم داشتن فرار می‌کردن، معنیش همون مدیریتیه که خبرگزاری تسنیم گفته. این خبرگزاری مدعی شده که معترضان بعد از دقایقی پراکنده شدند، که همین گزارشاتی که میبینیم نقض همین ادعاست. معترضین ایستاده بودن، مقاومت میکردن، شعار بیشرف بیشرف میگفتن. یک جنگ تن به تن بوده تا جایی که حتی نیروهای امنیتی و نظامی در برخی نقاط مجبور به عقب نشینی و پراکنده شدن کردن و گفتن که هیچ مشکل دیگه‌ای در شهر زاهدان نیست، مشکل خاصی نیست، در صورتی که همین ویدیوهایی که از اینجا به بعد هم خواهیم دید مشخصه که تا همین الان که ساعت از 8 شب هم گذشته معترضین در خیابان هستند، راهبندان کردند، شعار مرگ بر خامنه‌ای سر میدن. و از طرف دیگه این سوال رو باید کرد، اگر عده‌ای قلیل بودن پس این همه لشکرکشی و قشون‌کشی و این همه استقرار نیروهای امنیت و نظامی برای چه بوده؟ اما دوباره میریم سراغ یکی دیگر از خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی که این بار خبرگزاری فارس باشه. خبرگزاری فارس هم در یک در واقع خبری مدعی شده که معترضین 30-40 نفر بودند و ادعا کرده که اعتراضات امروز زاهدان رو جمهوری اسلامی تونسته جمع بکنه، که باز هم این دروغی بیش نیست، به خاطر اینکه حکومتی که علارغم ایجاد خندق و خاکریز و لشکرکشی به زاهدان نتونسته مانع بشه اعتراضات مردم شکل بگیرند، مجبور میشه یه همچین دروغ‌هایی ببافه. از طرف دیگه این خبرگزاری گفته که یک شبکه سراسری با فراخوان سراسری خواستن که اعتراضات رو از زاهدان به شهرهای دیگر گسترش بدن، که در این در واقع متن کتبی و خبر کتبی در خبرگزاری فارس داره اشاره میکنه به فراخوان‌هایی که در روزهای گذشته داده شده، فراخوان شعاردهی شبانه، فراخوان اعتراضات امروز جمعه 7 مهر 1402 و فراخوان اعتصاب عمومی که قراره فردا برگزار بشه. یعنی با این خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرده داره تایید میکنه که فراخوان‌هایی به مناسبت سالگرد جمعه خونین زاهدان داده شده. یعنی جمهوری اسلامی خودش از این فراخوان‌ها خبر داشته و داره در واقع با این خبر این اعتراف رو میکنه که چقدر این فراخوان‌ها میتونن برای جمهوری اسلامی تهدیدآمیز باشن و چقدر این خبر این فراخوان‌ها مهم هن. از طرف دیگه خبرگزاری فارس ادعا کرده که اعتراضات همه جمع شده، که همه ما میدونیم این کذب محضه، مردم همچنان در زاهدان دارن به اعتراض خودشون ادامه میدن. اگر اعتراضات جمع شده پس این گزارشاتی که در میاد سر هر کوچه چادر نظامی برپا شده و دوشکا و گاز اشک‌آور و گلوله جنگی برای چی بوده؟ برای همون 30-40 نفری که ادعا میکنن؟ همه این ادعاها ادعاهای کذب هست و همین دوتا خبری که فقط بررسی کردیم از رسانه‌های وابسته به سپاه تروریستی پاسداران و حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی معلومه که چقدر از این روز جمهوری اسلامی هزینه سیاسی دیده. بله، برمیگردیم به استدیوی پخش مستقیم و ادامه میدیم. طبق گزارشات دریافتی نیروهای امنیتی علاوه بر محوطه اطراف محل همیشگی تظاهرات مردم زاهدان در مناطق بازار مشترک، شیرآباد، کشاورز و خیام در زاهدان به سمت مردم شلیک کردند. گفته میشه سر کوچه های منتهی به این مناطق چادر نیروهای نظامی برپا شده، لباس شخصی ها در کوچه و خیابان کشیک میدادند و میدهند.
در شهر زاهدان بیش از 70 ایست بازرسی مستقر شده. همچنین پرواز پهباد بر فراز محل همیشگی تظاهرات گزارش شده. یک گزارش دیگه میبینیم از مقاومت مردم زاهدان امروز در برابر نیروهای سرکوبگر که نماینده یک جنگ تمام عیار و تن به تنه. در سالگرد جمعه خونین زاهدان هم جمهوری اسلامی مشخصا امروز 7 مهر 1402 یک بار دیگه دست به جنایت زد. سالگرد جمعه خونین زاهدان در حالی فرا میرسه که یک سال از انقلاب زن زندگی آزادی میگذره و هر جمعه مردم زاهدان به خیابان آمدند و با شعارهای علیه جمهوری اسلامی و علیه شخص خامنه اعتراضات رو برپا کردند. سالگرد جمعه خونین زاهدان در واقع سالگرد یک نسل کشی آشکار توسط جمهوری اسلامی که باید ننگ مایه بشریت باشه و نباید بی پاسخ گذاشته بشه. سال گذشته جمعه زاهدان که به جمعه خونین یا جمعه سیاه زاهدان شناخته میشه به فراخوان در واقع اعتراض به تجاوز به یک دختر بلوچستانی 15 ساله توسط فرمانده انتظامی چابهار و اعتراض به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی برگزار شد که با قتل عام و نسل کشی توسط جمهوری اسلامی مواجه شد. از سال گذشته تا به الان در اعتراض به تجاوز جنسی توسط فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر 15 ساله و در اعتراض به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، در اعتراض به تجاوزهای سیستماتیکی که جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان مرتکب شده، شعار مشخصی سر داده شده که در گزارش قبلی دیدیم. این شعار در کنار تمام شعارهایی که سر داده میشه، تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت، جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای رو نشانه میگیره. اما بر اساس گزارشات محلی و گفته های شاهدان عینی، نیروهای نظامی مستقر مقابل مصلای زاهدان چند بار رگبار هوایی زده و داخل اون گاز اشکاور انداختن. بعضی از ویدیو حاکی از پرتاب سنگ توسط نیروهای نظامی به سوی معترضان علاوه بر گاز اشکاور و گلوله است. داخل مسجد داخل مسجد داخل مسجد
برون. واقعا باید درود فرستاد به مردم مقاوم و مبارز زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان که علارغم این همه ستم سیستماتیک و علارغم اینکه در چند روز گذشته شرایط امنیتی و نظامی شدیدی برقرار بود، تظاهرات رو برپا کرده و اینگونه در مقابل نیروهای تا دندان مسلح جمهوری اسلامی مقاومت میکنند. ادامه میدیم. بر اساس گزارش منابع محلی و ویدیوهای منتشر شده، مسجد مکی زاهدان همچنان در محاصره نیروهای امنیتی و درگیری بین ماموران و مردم تا عصر جمعه ادامه داشته. امروز 7 مهر تظاهرات در مسجد مکی و اطراف مسجد مکی و زدن گاز اشکاوان توسط نیروهای امنیتی و تیراندازی. مردم با ماموران در 7 مهر جمعه در خیابان خیام مسجد مکی و زاهدان و تیراندازی مستقیم نیروهای دولتی به مردم. تصاویری از اعتراضات و مسدود کردن برخی خیابان‌ها توسط معترضین زاهدان هم به دست ما رسیده که نشون میده امروز عصر جمعه 7 مهر 1402 در ادامه اعتراضات جوانان انقلابی برخی خیابان‌ها را با آتش زدن لاستیک خودرو مسدود کردند. بله، جنگ تن به تن، صحنه های تعقیب و گریز، تکرار صحنه های یک انقلاب تمام عیار در زاهدان دیده میشه. وضعیت طوریه که باید تمام مردم شهرهای ایران به حمایت از مردم زاهدان به میدان عمل بیان. داریم کم کم به زمان شعاردهی شبانه نزدیک میشیم. شعاردهی شبانه که در طول انقلاب زن، زندگی، آزادی شعله های یک انقلاب تاریخی رو روشن نگه داشت. امشب جا داره که در سراسر ایران با شعارهای زاهدان، چشم و چراغ ایران، قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان، کرد و بلوچ و آذری، آزادی و برابری، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، جمهوری اسلامی نابود باید گردد، از تهران تا زاهدان اتحاد اتحاد، با مردم زاهدان اعلام همبستگی بشه. کافیه که با اعضای خانواده هماهنگ بکنید، با همسایه‌هاتون هماهنگ بکنید، با افراد محلتون هماهنگ بکنید، از پنجره‌ها، از پشت بام‌ها، از محله‌ها این شعارها رو سر بدید و نشون بدید که مردم آزاده، مردم انقلابی، مردم سرنگونی طلب زاهدان تنها نیستند.
بله، جسارت و شجاعت رو در این گزارشات میشه دید. تصویری که دیدید مربوط بود به مسدود کردن خیابان مقابل پاسگاه با آتش توسط جوانان انقلابی در سالگرد جمعه خونین زاهدانی رو هم جا داره مجدداً بگم که در فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی آزادی و دیگر فراخوان‌هایی که منعکس میشه تأکید شده که فردا 8 مهر 1402 برابر با 30 سپتامبر 2023 اعتصاب عمومی در شهرهای سیستان و بلوچستان صورت بگیره. همچنین جا داره بگم که در شهرهای خارج از کشور هم تجمعات اعتراضی امروز و فردا برگزار شده و خواهد شد. یک بار دیگه من مشخصا اشاره میکنم به فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی آزادی که امروز 7 مهر ماه تأکید شده بر شعاردهی شبانه در سراسر کشور ساعت 9 شب به وقت ایران، در همبستگی با مردم آزادی خواه، مبارز و انقلابی زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان به یاد کشته شدگان جمعه خونین زاهدان، برای همراهی با خانواده‌های دادخواه و همچنین همونطوری که گفتم فردا شنبه 8 مهر ماه مشارکت و همراهی با اعتصاب سراسری و عمومی در شهرهای سیستان و بلوچستان، مشخصا در سال روز جمعه خونین زاهدان. بینندگان گرامی، ساعت 9 شب شعاردهی شبانه رو فراموش نکنید. این یکی از راه‌هایی که شما در سراسر ایران از تهران تا کردستان تا شهرهای آذربایجان تا خوزستان، شمال تا جنوب ایران، شرق تا غرب ایران میتونید از طریق شعاردهی شبانه با مردم مبارز زاهدان اعلام همبستگی بکنید. اما همونطور که گفتم در شهرهای دیگر هم امروز اعتراضات جاری بوده. در بخش اول در برنامه پخش مستقیم نگاهی داشتیم به شهرهای همچون خاش و تفتان. گزارش تصویری از راسک به دست ما رسیده، تجمعی که با شعار نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم برگزار شد. بخشیم نه فراموش میکنیم، شهدای زاهدانی یادتان گرامی، نمیبخشیم نه فراموش میکنیم، شهدای زاهدانی یادتان گرامی، شهدای زاهدانی یادتان گرامی. خدا نور لجه‌ای روحت شد، یاسر شبخش روحت شد. زنان هم امروز جمعه 7 مهر 1402 به اشکال مختلف اعتراض خود را در سالگرد جمعه خونین زاهدان اعلام کردند. زنانی که با شعار مرگ بر خامنه‌ای نمیبخشیم و نفراموش میکنیم، زن، زندگی، آزادی اعلام اعتراض و دادخواهی کردند. و از خون و از دادخواهی خون شادامون اعلام میکنیم، نمیبخشیم، نفراموش میکنیم. زندگی گوشت. مرگ بر خامنه‌ای ظالم، مرگ بر خامنه‌ای دیکتاتور. با تاریک شدن هوا، بستن جاده توسط جوانان انقلابی در مناطق مختلف زاهدان گسترش پیدا میکنه. همچنین ما یک گزارش تصویری به دستمون رسید از روستای قلعه بید زاهدان، بستن جاده توسط جوانان انقلابی. گزارش تصویری دیگری به دستمون رسید از زاهدان شیرآباد، تجمع نوجوانان و جوانان و شعارهای علیه جمهوری اسلامی. بچه شیرآباد ای مرگ بر خامنه، مرگ بر خامنه، نعلت بر خامنه، می کشیم اکی برابر افتا.
و اما در ادامه دروغ پراکنی رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی و سرپوش گذاشتن بر واقعیتی که امروز در سیستان و بلوچستان موجود بوده، ادعای دادستان زاهدان هم شنیدنی هست. علارغم انتشار تصاویر گسترده از اعتراضات باشکوه مردم در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان و علارغم درگیری‌هایی که در این در واقع ویدیوها مشاهده میشه و حضور نیروهای نظامی و امنیتی برای مقابله با تظاهرات باشکوه مردم زاهدان، دادستان زاهدان ادعا کرده که این ویدیوها قدیمی بوده و تیراندازی هم رخ نداده و باز در یک ادعای دیگه گفته این تصاویر جدید نیستن و مردم در فراخوان‌ها شرکت نکردن. خود همین ادعاها که یک جا میگن اصلا مردم شرکت نکردن، یه جای دیگه جمهوری اسلامی گفته 30-40 نفر بودن، یه جای دیگه گفته فراخوانی بوده برای اعتراض سراسری که ما تونستیم جمعش بکنیم، در مقابل اون واقعیتی که وجود داره، این ادعاهایی که در خود حتی متناقض هم هستن نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر از اعتراضات باشکوه امروز مردم در زاهدان بهش فشار اومده که یکی پس از دیگری رسانه‌های حکومتی و مقامات حکومتی شروع کردن به دروغ پراکنی. و چه خوب که این شبکه‌های اجتماعی دست جمهوری اسلامی رو میکنه و به همین دلیله که اینقدر حکومت از شبکه‌های اجتماعی وحشت داره و در یک چنین مواقعی سعی میکنه با اخلال در اینترنت جلوگیری بکنه از انتقال اطلاعات. ولی مردم ایران به خوبی راه رو پیدا میکنن و از صبح تا الان گزارشاتی که منتشر شده گویای این واقعیت هست که مردم مقاوم، مبارز، انقلابی، سرنگونی طلب و دادخواه زاهدان جمهوری اسلامی رو علارغم قشونکشی و لشکرکشی مستأصل و رهبر این حکومت رو درمانده تر از همیشه کردن. درود بر مردم زاهدان، درود بر مردم سیستان و بلوچستان که اینگونه مقاومت از خودشون نشون میدن و یک الگوی انقلابی، الگوی سرنگونی طلبی، الگوی مقاومت و الگوی مبارزه در این انقلاب زن زندگی آزادی هستند. اما اینجا میخوام به احراز هویت تعدادی از بازداشتی های اعتراضات امروز هم اشاره‌ای داشته باشم که توسط رسانه هالوش منتشر شده. 11 نفر از بازداشتی ها احراز هویت شدند. امین شهبخش 26 ساله، اسماعیل براهویی، ادریس گمشادزهی 21 ساله، غفور گرگیج، حارس بلوچ، علی لجه‌ای، یاسر ظفر نارویی 20 ساله، رحمت الله کبدانی، احمد میر بلوچ زهی 28 ساله، ابراهیم کبدانی و محمد علی زهی. برنامه پخش مستقیم اینجا به پایان میرسه. بینندگان گرامی، ما تلاش کردیم که در دو بخش برنامه پخش مستقیم در تلویزیون کانال جدید گزارش کاملی داشته باشیم از یک روز ویژه در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان. شماره تلفن رو روی اسکرین میبینید. اگر پیامی دارید به مردم مقاوم، مبارز، انقلابی و سرنگونی طلب زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان، پیام همبستگی دارید با خانواده های دادخواه، حتما میتونید از طریق شماره تلفنی که روی اسکرین میبینید در واتساپ و تلگرام پیام هاتون رو به دست تلویزیون کانال جدید برسونید. اینجا من شیرین شمس به همراه کیان آذر مدیریت تلویزیون کانال جدید و همکاران این برنامه میثم عتیق، مهزاد خرد و میلاد رسایی منش برای شما آرزوی پایداری و موفقیت میکنم.